پیر موسکوویسی وزیر دارایی جدید فرانسه برای شرح اهداف مالی دولت مطبوعش در بروکسل مقر اتحادیه اروپا بود. او در یک مصاحبه مشترک مطبوعاتی با اولی رن کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و پولی حضور یافت و گفت کشورش به اهداف مورد نظر برای کاهش کسری بودجه دست خواهد یافت. وی گفت اولی رن همین حالا گفت که دست یافتن فرانسه به کسری بودجه معادل 3% تولید ناخالص ملی در سال 2013 و رسیدن به یک بودجه تراز تا سال 2017 عملا ممکن است. به او گفتم که این نه تنها ممکن است بلکه این کار انجام خواهد شد بدون تدابیر ریاضتی. دانیل گروس کارشناس مرکز مطالعات اروپایی در بروکسل است. او در این باره چنین میگوید: اگر قرار باشد فرانسه امتیازهایی را به دست آورد، آنگاه آلمان باید بپذیرد که پول بیشتری بدهد یا از خود گذشتگی‌های مشابه نشان دهد. فعلا چنین چیزی محتمل به نظر نمی‌رسد. وزیر دارایی فرانسه اگر واقعا می‌خواهد دستاورد زیادی داشته باشد، باید به برلین برود. و بالاخره آنچه در گفتگوهای روز دوشنبه جایی نداشت، یکی از وعده‌های تبلیغاتی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری سوسیالیست جدید و آن مذاکره مجدد بر سر پیمان ثبات مالی بود.